فتح پلاسان قسمت دوم. بدون پرحرفی در 10 کلمه دقیقا انتخاب شده بیان کرد برای پرداختن مزد باربری که چمدانش را حمل کرده بود رو گرداند. دستهای بزرگ شکیلش از درون یکی از چینهای جامعش کیف پولی را که فقط حلقه های پولادین آن دیده می شد بیرون کشید. یک لحظه در حالی که سرش را پایین آورده بود با احتیاط با نوک انگشتانش به کاوش پرداخت. آنگاه بی آنکه کسی سکه پول را دیده باشد باربر پی کارش رفت. کشیش با صدای مؤدبش دنبال گفتگو را گرفت. آقا خواهش می کنم برگردید سر میز. پیش خدمتتان آپارتمان را به من نشان خواهد داد و کمک خواهد کرد تا این را بالا ببرم. هنوز جمله اش را کاملا تمام نکرده بود که برای گرفتن دسته چمدان خم شد. چمدان چوبی کوچکی که گوشه ها و نوارهای فلزی که رویش نصب شده بود به آن استحکام می بخشید. به نظر می آمد که یک طرف آن به کمک یک قطعه چوب سنوبر مرمت شده است. موره متحیر بود و با نگاه دنبال بقیه باروبنه کشیش می گشت. اما جز یک سبد بزرگ که خانوم مسن دو دستی آن را جلوی دامنش نگه داشته بود و با وجود خستگی حاضر نبود زمین بگذارد چیزی ندید. از زیر سرپوش آن که قدری کنار رفته بود در میان بسته های لباس زیر گوشه یک شانه که در کاغذ پیچیده شده و گلوی یک بطری که در آن درست بسته نشده بود بیرون آمده بود. موره که چمدان را با پایش زور می داد گفت نه نه این را همین جا بگذارید، نباید خیلی سنگین باشد، روز به تنهایی آن را بالا خواهد برد. بیشک خود او متوجه تحقیر پنهانی در کلامش نبود. خانم موسین با چشمهای سیاهش زلزل او را نگاه کرد، بعد نگاهش را به اتاق غذاخوری برگرداند. به میز چیده شده که از وقتی رسیده بود مشغول بررسیان بود. در حالی که لبان باریکش را به هم می فشرد، چشمهایش از شیعی به شیعی دیگر می رفت. کلمه ای از دهانش خارج نشده بود. در این احوال آب فجا رضایت داد چمدان را همانجا بگذارد. در غبار زرد رنگ آفتاب که از پنجره رو به باغ داخل می شد، جامعه نخنمای او کاملا قرمز به نظر می آمد. وصله های متعدد برجستگی هایی در لبه های آن ایجاد کرده بود. بسیار تمیز بود، اما آنقدر رنگ رو رفته و اسفناک که مارت که تا آن هنگام با نوعی احتیاط آمیخته با نگرانی همانطور در جایش نشسته بود به نوبه خود بلند شد. کشیش که فقط نگاه سریعی به او انداخته و بلا فاصله چشمش را برگردانده بود دید که از روی صندلی برخاست. با اینکه به هیچ روی به نظر نمی آمد او را نگاه می کند و باز گفت خواهش می کنم به خودتان زحمت ندهید، باعث شرمندگی است که ما شام شما را به هم زدیم. موره که گرسنه بود گفت بسیار خوب، روز شما را راهنمایی خواهد کرد، اگر به چیزی احتیاج داشتید از او بخواهید. آب پوژا بعد از ادای احترام به سوی پلکان رفت و در همان حال مارت به شوهرش نزدیک شد و آهسته گفت اما عزیزم فکر نمی کنی؟ موره که تردید او را دید پرسید فکر نمی کنم چه؟ می دانی که میوه ها؟ موره با لحنی حاکی از حیرت گفت آه درست است، یاد میوه ها نبودم. و چون آبلفوژا برگشت و نگاه استفهام آمیزی به موره انداخت بگفت آقا من حقیقتا از آنچه پیش آمده سخت ناراحتم. پدر بورت یقینا شخص قابل احترامی است، اما جای تأسف است که شما کارهایتان را به او محول کرده اید. به اندازه سر سوزنی قوه تمیز ندارد.
اگر می دانستیم همه چیز را آماده می کردیم، در صورتی که حالا باید دست به یک اسباب کشی بزنیم. می دانید اتاق ها مورد استفاده ما هستند. تمام محصول میوه ما از انجیر و سیب و انگور آن بالا روی کف اتاق ها ریخته است. کشیش به حرفهای او گوش می داد و تعجبش به اندازه‌ای بود که ادب زیادش هم موفق به پنهان نگاه داشتن آن نمی شد. موره ادامه داد: اوه، اما زیاد طول نخواهد کشید. اگر شما رنج انتظار را پذیرا باشید، روز در 10 دقیقه اتاقهای شما را تمیز و آماده خواهد کرد. آبه که نگرانی رو به افزایش در چهره زرد رنگش خوانده میشد پرسید: اتاقها مبله هستند مگر نه؟ به هیچ وجه، حتی یک تکه مبل هم در آن قسمت نیست. ما هیچ وقت آنجا سکونت نداشته ایم. با شنیدن این حرف کشیش خونسردیش را از دست داد. نوری ضعیف و گذرا در چشمان خاکستریش درخشید و با خشمی مهار شده فریاد زد: چطور؟ من در نامه‌ام صریحاً توصیه کرده بودم یک مسکن مبله برایم اجاره کنند. روشن است که من نمی توانستم در چمدانم مبل حمل کنم. موره با صدای بلند تری بانک زد: هان، من چه گفتم؟ حق با من نبود؟ این بورت آدم عجیبی است. آقا، او اینجا آمده و یقیناً سیب‌ها را هم دید، چون یکی از آنها را هم در دستش گرفت و با تحسین فراوان اظهار داشت به ندرت سیبی به آن زیبایی دیده است. او گفت که همه چیز به نظرش خوب می آید و اتاقها همان چیزی است که برای هدف مورد نیاز او لازم است، و عاقبت گفت که اجاره می کند. آب فوژا دیگر گوش نمی داد. موجی از خشم بر گونه هایش ظاهر شده بود. روی گرداند و با صدایی استراب‌آمیز و با لکنت گفت: مادر، می شنوید؟ مبلی در کار نیست. بانوی پیر پیچیده در شال سیاه نازک و تنگش، بی آنکه سبدش را رها کند طوری که کسی متوجه نشود، با گام‌های کوچک از طبقه همکف بازدید کرده بود تا آستانه در آشپزخانه پیش رفته و 4 دیوار آن را بازرسی کرده بود. سپس روی پله‌های جلوی عمارت برگشته بود و با تأنی با یک نگاه تمام گوشه و کنار باغ را از نظر گذرانده و جزئیات آن را به خاطر سپرده بود. اما اتاق غذاخوری به ویژه برای او جالب توجه بود. بار دیگر در مقابل میز چیده شده ایستاد و نگاهش را به سوپ که بخار از آن بلند میشد دوخته بود که پسرش خطاب به وی تکرار کرد: میشنوید مادر؟ باید برویم هتل. زن سرش را بلند کرد. بی آنکه جوابی بدهد، حالت چهرهش به وضوح گواهی میداد که حاضر نیست این خانه ای را که اکنون با کوچکترین گوشه های آن آشنا شده بود ترک کند. شانه هایش را به طور نامحسوسی بالا انداخت. نگاه مبهمش از آشپزخانه به باغ و از باغ به اتاق غذاخوری در حرکت بود. در خلال این احوال کاسه صبر موره لبریز می شد. او که می دید مادر و پسر هیچ کدام مصمم به ترک خانه نیستند، گفت: مشکل این است که ما بدبختانه تخت خواب نداریم. در انبار یک تخت خواب تسمه‌ای هست که اگر به حکم ضرورت اینجا ماندنی شدید، خانوم می توانند تا فردا با آن سر کنند. اما من نمی دانم در این صورت آقای آبه روی چه خواهند خوابید. در این هنگام خانوم فوژا سرانجام لبانش را از هم گشود و با صدای آمرانه و اندکی گرفته گفت: پسرم در تخت خواب خواهد خوابید. من فقط یک تشک احتیاج دارم که گوشه ای روی زمین خواهم انداخت. آبه با یک اشاره سر موافقت خودش را با این ترتیب اعلام کرد. موره میخواست فریاد اعتراضش را بلند کند، دنبال راه حل دیگری بگردد، اما در برابر حالت حاکی از رضایت مستأجران جدیدش سکوت کرد و به مبادله نگاه تعجب‌آمیزی با زنش اکتفا کرد.
آنگاه با همان نیش تمسخر بورژواییش گفت: فردا در روشنایی روز می توانید اتاقها را هر طور که دلتان بخواهد مبله کنید. روز الان می رود بالا تا میوه ها را بردارد و رخت خواب ها را آماده کند. اگر لطفاً یک لحظه روی مهتابی منتظر شوید. بچه ها زود دو تا صندلی بدهید. بچه ها از هنگام آمدن کشیش و مادرش همانطور آرام در برابر میز نشسته بودند و آنان را با کنجکاوی برانداز می کردند. آبه ظاهراً متوجه بچه ها نشده بود، اما خانم فوژا به تک تک آنها لحظه ای خیره شده بود، گویی می خواست یک باره در این مغزهای جوان نفوذ کند. به شنیدن سخنان پدرشان هر سه با شتاب از جای برخاستند و صندلی ها را بیرون بردند. خانم پیر نشست. وقتی موره به سوی او سرگرداند ندیدش، اما بلا فاصله متوجه او شد که در برابر پنجره نیمه باز سالن ایستاده بود و با آسودگی و آرامش کسی که ملکی را به معرض فروش گذاشته شده بازدید می کرد. گردن می کشید و بازرسیش را به انجام می رسانید. هنگامی که روز چمدان را بلند می کرد، مادام فوژا دوباره وارد راه رو شد و فقط گفت: می روم بالا به او کمک کنم. پشت سر خدمتکار بالا رفت. کشیش حتی سرش را هم بر نگرداند. او به سه بچه که در برابرش ایستاده بودند تبسم می کرد. با وجود حالت بی احساس پیشانی و چروک های زمخت اطراف دهان، چهرهش وقتی که می خواست حالتی بسیار ملایم به خود می گرفت. از مارت که نزدیک شده بود سوال کرد: خانم، تمام خانواده شما همین است؟ مارت که از نگاه چشمان روشنی که به او دوخته شده بود دست پاچه شده بود جواب داد: بله آقا. اما کشیش دوباره بچه ها را نگاه کرد و ادامه داد: دو پسر بزرگ که به زودی مرد خواهند شد. دوست من، آیا شما تحصیلاتتان را تمام کرده اید؟ مخاطب او سرج بود. موره سخن بچه را قطع کرد: این یکی با اینکه برادر کوچکتر است تحصیلش را تمام کرده. وقتی میگویم تمام کرده منظورم این است که دیپلم متوسطه اش را گرفته، اما باز به دبیرستان می رود تا یک سال هم فلسفه بخواند. او دانشمند خانواده است. این یکی برادر بزرگتر، این دراز ابله ساده‌لوح، هنری ندارد. تا به حال دوبار در امتحانات دیپلم رد شده است و علاوه بر این هرزه و بیکار هم هست. گیج و سر به هواست. همیشه مشغول بلگردی و شیطنت است. اکتاو با تبسم به این سرزنش ها گوش می داد، در حالی که سرج در برابر تمجیدهای پدر سرش را زیر انداخته بود. فوژا انگار باز در سکوت سیمای آن دو را بررسی می کرد. آنگاه توجهش را به دزیر معطوف داشت و در حالی که چهرهش حالت مهربان و ملایم خود را باز یافته بود سوال کرد: دختر خانم، به من اجازه می دهید که دوست شما باشم؟ دختر جواب نداد و تقریبا وحشت زده صورتش را در پناه شانه مادرش مخفی کرد. مارت به جای اینکه صورت او را بلند کند، او را بیشتر به خود فشرد و بازویش را به دور بدن او حلقه کرد و با لحنی اندوهگین گفت: ببخشیدش، او باهوش نیست و دختر کوچکی باقی مانده، طفل معصومی است. ما برای چیز یاد گرفتن به او فشار نمی آوریم. او 14 سال دارد و هنوز جز دوست داشتن حیوانات چیزی بلد نیست. دزیره که بر اثر نوازش های مادر خاطرش جمع شده بود سرش را برگردانده بود و تبسم می کرد. سپس جسورانه گفت: دلم می خواهد که شما دوست من باشید، اما بگویید ببینم شما هیچ وقت مگس ها را اذیت نمی کنید که؟ و در حالی که همه در دور و بر او می خندیدند با لحنی جدی ادامه داد: اکتاو مگس ها را له می کند، این کار خیلی بدی است. آب فوژا نشسته بود،
بسیار خسته به نظر می آمد، در حالی که نگاهش را به کندی روی باغ و درخت های املاک مجاور گردش می داد، لحظه خود را به آرامش مطبوع و هوای ملایم مهتابی سپرد. این آرامش زیاد، این گوشه خلوت شهر کوچک، او را به نوعی شگفت زده می کرد. لکه های تیرهی در صورتش ظاهر شدند. زمزمه کنان گفت: اینجا انسان احساس آرامش می کند. دیگر سخنی نگفت، گویی سخت در دریای اندیشه غوطه بر است. وقتی موره او را مورد خطاب قرار داد، کمی از جایش پرید. موره با خنده گفت: آقا، اکنون اگر اجازه بدهید سر میز می رویم. و چون زنش به او نگاهی انداخت اضافه کرد: شما هم بهتر است همین کار را بکنید و یک بشقاب سوپ را از ما قبول کنید. به این ترتیب برای شام خوردن ناگزیر از رفتن به هتل نخواهید شد. خواهش می کنم ملاحظه نکنید. کشیش با لحنی بی نهایت مؤدب که اجازه دعوت دومی را نمی داد پاسخ داد: خیلی متشکرم، ما به هیچ چیز احتیاج نداریم. آنگاه تمام خانواده موره به اتاق غذاخوری برگشتند و سر میز نشستند. مارت برای همه سوپ کشید. به زودی سر و صدای شادی بخش بشقاب ها بلند شد. بچه ها آهسته به راجی می کردند. موره از اینکه بالاخره توانسته بود سر میز شام بنشیند سخت سرحال بود و داستانی نقل می کرد. دزیره که به سخنان او گوش می داد خنده های زنگ داری سر می داد. در این ضمن آب فوجا که آنها فراموشش کرده بودند همانطور بی حرکت در مهتابی در برابر آفتاب در حال افول نشسته بود. سرش را بر نمی گرداند و انگار چیزی نمی شنید. هنگامی که آفتاب در شرف ناپدید شدن بود کلاهش را برداشت، بیشک به این دلیل که گرما سخت رنجش می داد. مارت که جایش در برابر پنجره قرار داشت سر بزرگ برهنه او را با موهای کوتاهش که در اطراف شقیقه خاکستری شده بود مشاهده کرد. نوری با پسین قرمز و گذرا، این جمجمه زمخت سربازی را که تراشیدگی وسط آن مانند اثر زخمی ناشی از ضربه چماق بود روشن کرد. آنگاه نور خاموش شد و کشیش در تیرگی فرو رفت. تنها نیمرخ سیاهی بر روی خاکستر تیره شامگاه از وی به جای ماند. مارت که نمیخواست روزها صدا کند خودش عقب چراغ رفت و غذای اول را آورد و روی میز گذاشت. هنگامی که از آشپزخانه برمیگشت پای پله ها به زنی برخورد که در نگاه اول او را نشناخت. این زن خانم فوجا بود. کلاهی پارچه‌ای بر سر گذاشته بود و با جامه نخیش که شال زرد رنگی محکم به دور کمر آن بسته شده و در پشت گره خورده بود به یک خدمتگار شباهت داشت. آستین ها را بالا زده بود و هنوز بر اثر کاری که تازه انجام داده بود نفس نفس می زد و کفش های زمخت بند دارش را روی سنگ فرش راه رو می کوبید. مارت تبسم کنان به او گفت: کارها انجام شد، اینطور نیست خانوم؟ مادام فوجا پاسخ داد: اوه، چیز مهمی نبود. در یک چشم به هم زدن کارها را سرهم بندی کردیم. از پله های جلوی عمارت پایین آمد. صدایش را ملایم کرد: اوید فرزندم، میل داری بالا بروی؟ آن بالا همه چیز آماده است. برای اینکه پسرش را از عالم خیال بیرون بیاورد ناگزیر شد شانه او را لمس کند. هوا داشت خنک می شد. کشیش لرزید و بی آنکه سخنی بر زبان آورد دنبال مادرش به راه افتاد.
هنگامی که از جلوی در اتاق غذاخوری که از نور تند چراغ یک پارچه سفید و از صدای وراجی و قیل و قال بچه ها پر سر و صدا بود می گذشت، سرش را داخل برد و با صدای نرمش گفت: اجازه بدهید بار دیگر از شما تشکر کنم و از این همه مزاحمت پوزش بخواهم. شرمنده ام. موره فریاد زد: ابداً ابداً، این ما هستیم که از اینکه نتوانستیم وسایل آسایش شما را فراهم کنیم متاسفیم. کشیش با سر ادای احترام کرد و نگاه مارت دیگر بار با این نگاه درخشان، این نگاه عقاب که منقلبش کرده بود، تلاقی کرد. انگار که در ته چشم مرد که معمولاً به رنگ خاکستری تیره بود، ناگهان شعله ای عبور کرد، شبیه چراغ‌هایی که در پشت جلوخانهای به خواب رفته خانه های این طرف و آن طرف می برند. پس از رفتن مادر و پسر، موره با لحن تمسخرآمیزی گفت: ظاهر کشیش نشان می دهد که از شجاعت و شهامت بی نصیب نیست. مارت آهسته گفت: گمان نمی کنم خیلی خوشبخت باشند. آنچه مسلم است کشیش چیز زیادی با خودش نیاورده است. چمدانش را نمی شود گفت سنگین است. می توانستم با نوک انگشت کوچکم بلندش کنم. روز که همان هنگام پله ها را دوان دوان پایین آمده بود تا چیزهای حیرت انگیزی را که دیده بود نقل کند، یا به گویی های او را قطع کرد، ایستاده در برابر میز غذای اربابش گفت: آه عجب زن پرزوری، این خانوم دست کم 65 سالش است و اصلا سنش را نشان نمی دهد. دائما به آدم نق می زند که در کار عجله کند و خودش مثل یک اسب کار می کند. موره با کنجکاوی پرسید: آیا در حمل میوه ها به تو کمک کرد؟ بله آقا، حسابی هم کمک کرد. او میوه ها را همینطوری توی پیش بندش میریخت و هر دفعه مقدار زیادی از آنها را که خیلی هم سنگین بود حمل میکرد. من با خودم میگفتم حتما لباسش را سر این کار خواهد گذاشت، اما ابدا، پارچه لباسش محکم است، مثل پارچه‌ای که تن خود من است. ناچار شدیم برای حمل میوه ها بیش از 10 بار برویم و برگردیم. بازوهای من از خستگی از کار افتاده بود. او غر می زد و می گفت: کار پیشرفت نمی کند، بی احترامی به شما نباشد. به نظرم شنیدم که از خشم کلمات زشتی بر زبان آورد. به نظر می آمد که این سخنان سخت موجب انبساط خاطر موره شده است که پرسید: در مورد رخت خواب ها چه کردید؟ رخت خواب ها را او درست کرد. تماشایی است که او تشک را چطور پشت رو می کرد. باور کنید که سنگینی تشک را اصلا حس نمی کرد. یک گوشه آن را می گرفت و مثل پرکاهی به هوا پرتش می کرد. با همه اینها خیلی هم دقیق است. لبه ملافه ها و پتوی تخت خواب پارچه ای را زیر تشک جای داد و آن را مثل تخت بچه درست کرد. اگر قرار بود حضرت مسیح را پس از تولد در آن بخواباند، بیش از این در کشیدن و صاف کردن ملافه ها علاقه و وسواس به خرج نمی داد. از 4 ملافه و پتو 3 تای آن را روی تخت خواب کشید. همین کار را با بالش ها کرد، برای خودش بر نداشت و هر دو را برای پسرش گذاشت. پس خودش روی زمین می خوابد. در گوشه‌ای مثل یک سگ تشکی روی کف آن یکی اتاق انداخت و گفت که در آنجا بهتر خواهد خوابید تا در بهشت. من هر چه کردم نتوانستم به او بقبولانم که ترتیب بهتری برای خوابیدنش بدهد. ادعا می کند هیچ وقت سردش نمی شود و کله سفت و سختش از آجر کف اتاق هراسی ندارد. همانطور که خانم سفارش کردند، به آنها آب و قند دادم و به همین جا کار تمام شد. به هر حال مهم نیست، آدم های عجیبی هستند. پایان قسمت 2.